گردهمایی همایی بزرگ مبلغان طبق روال سالهای گذشته در آستانه ماه محرم الحرام در بیت مرجعیت شیعه آیت الله صادق حسین شیرازی برگزار گردید علمای اعلام طلاب فضلا و مادهان اهل بیت علیهم السلام با حضور در بیت ایشان به سخنان معظم الله گوش جان سپردند تا بیانات مرجعیت شیعه را توشه معنوی سفرهای تبلیغی خود قرار دهند آیت الله لزمان شیرازی بیانات خیش را با تعذیت به مناسبت فرارسیدن ماه های محرم و سفر آغاز نموده و برای تعجیل در فرج منتقم مظلومان تاریخ دعا نمودند. ایشان در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و در رابطه با حرارت و فشار مصیبت حضرت سید و سلام علیه السلام بیان داشتند که این مهم از خصوصیات آن حضرت و از علائم ایمان است معظم الله همچنین بقایای اسلام را در گروه جریان آشورا معرفی کرده و تاکید کردند که اسلام باقی خواهد ماند اما باید دید من و شما در کجای این معادله قرار داریم و سهم ما در هدایت دیگران چه میزان است مرجعیت شیعه در تبیین این موضوع فرمودن وصول مسلمات اسلام به همه جهانیان وظیفه واجب بر عهده تمام مبلغان دینی است و از مسائل مهمی که نسبت به آن حتی در جهان اسلام بی توجهی صورت گرفته مسئله عدم فروش زمین است که طبق فرامین اسلام زمین برای خدا و برای کسی است که آن را احیا کند و نفر سومی در آن حق ندارد و این آموزه باید به جهان و جهانیان برسد آیت الله لزما شیرازی بخش دیگری از بیانات خیش را به مسئله ترویج شعار حسینی اختصاص داده و فرمودند همگان باید در راه ترویج شعائر حسینی و اسلام اصیل بکوشند و در این راه به جان خریدن تمام مشکلات حتی مغروز شدن سزاوار است معظم الله همچنین با اشاره به تهمت هایی که به علمای علام از جمله میرزای شیرازی نسبت میدادند پیامبران را نیز از آنها مستثنا ندانسته و فرمودند پیامبران الهی عمدتا مورد تهمت قرار می گرفتن که در رأس آنان نسبت تفرق افکنی و نسبت دادن آنها به دشمنان خارجی بود آیت الله لزما شیرازی در پایان به تمام کسانی که در محرم و سفر به دستگاه حضرت سید و, شاهد و علیه السلام خدمت می کنند سفارش کردند که با الگوگیری از ختمش رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچگاه شخصی را از این دستگاه ترد نکنند و توجه داشته باشند که کوتاهی در این زمینه سبب خسران و پشیمانی می شود